ولی شما محسنترینشون شما هستین در حال حاضر. توی اولاد، توی شاخه اصلی قاجاریه که اولاد محمد علی شاه و ملک جهان هستن، برای من بله. صدا بیشتره. بله شما از احمد شاه چقدر میدونید در خانواده شما؟ میدونم شما بعد از فوتش متولد شدید یا یکی من قبل؟ سه ماه پیش از فوتش، سه ماه پیش از فوتش متولد شدید. چقدر در موردش میدونین یا صحبت میشه در خانواده؟ زندگیش در اون زمان در پاریس مثلا چطور بود؟ والا اونقدر که من شنیدم و من میگفتم، احمد شاه همیشه خودش پادشاه ایران میشمرد، هیچ وقت نخواست قبول بکنه که منقرضه و هم بر همین همیشه تو هتل مون، هیچ وقت خونه یا آپارتمان یا باقی در پاریس نخرید و در هتل مون و از هتل رفت به بیمارستان و اونجا فوت شد. هیچ وقت خودش به عنوانی که دائما در اروپا بمونه نمیدید، همیشه فکر میکردی خواهد برگشت به ایران. این حس این که به هر حال یه روزی، حالا در احمد شاه خب خودش شاه بود ولی در بقیه خانواده قاجار این حس هنوز وجود داره که ممکنه یه وقت برگردن به ایران و شاهی بکنن؟ والا امروزی فکر نمیکنم، ولی تا مثلا چندین سال پیش تا ایران خب سلطنت بود امکانش بود، یعنی اما این فکر وجود داشت کماکان؟ وجود داشت. چه کسانی فکر میکردن ممکنن در ایران شاه بشن؟ مثلا بعد از احمد شاه برادرش محمد حسن میرزا خودش رو اعلان کرد پادشاه ایران دیگه، اونم اعلامیه داد و در خانواده بهش اعلیحضرت میگفتن. یک زمانی صحبت از اینه که بعد از جنگ، بعد از شهریور 20 که خلأ قدرتی به وجود اومده بود، صحبت از این شده بود که گویا مثلا سلطان حمید میرزا پسر محمد حسن میرزا ممکنه بشه دوباره به سلطنت رسوند. تا چند اندازه این درسته این صحبت ها؟ والا همه این موضوع رو میگم و باید صحیح باشه، اما بدبختانه سلطان حمید میرزا در اون زمان فارسی صحبت نمیکرد و این اشکال خیلی بزرگی بوده. به اینکه سن 11 سالگی 12 سالگی فرستاده بودنش انگلیس توی مدرسه شبانه و اونجا مونده بود و ترکی و فارسی که تو بچگی خوب صحبت میکرد از یاد رفته بود و فقط در اون زمان انگلیسی و فرانسه صحبت میکرد. شما خودتون آقای قاجار، شما در بیروت متولد شدی، بیروت 18 ماهتون بود اومدین پاریس بله، و با این حال خیلی فارسی خیلی سلیس و خوب صحبت میکنید. این یک. دو، میگین همه جا که خیلی عشق میورزین به ایران. این علاقه به ایران از کجا وجود داره؟ یعنی با علم به این که شما اصلا در ایران نبودید؟ والا با توی خانواده به دنیا آمدم و زندگی کردم که همیشه خیلی به ایران علاقه داشتم و همیشه خودشون ایرانی میشمردن و من چون فارسی رو نسبتا خوب صحبت میکنم، اون به قدرت و فهم و پیشبینی مادر بزرگم مرحومه ملکه جهان بود که با اینکه من در فرانسه بودم تا 7 ساله نذاشت من فرانسه حرف بزنم و فقط با من فارسی صحبت میکردن. با حفظ زندگی میکردین قاعدتا دیگه؟ بله، در همین باغ بزرگی در سنکرو داشت و خدمتگزاران ایرانی داشت و تو محیط همه فارسی صحبت میکردن. تو محیط نسبتا بسته هیچ کس فرانسوی صحبت نمیکرد. برای این وقتی من وارد مدرسه شدم اصلا یه لغت فرانسوی بلد نبودم، تو مدرسه یاد گرفتم. وقت علاقتون به ایران هم از همونجا نشد بیاد؟ سرچشمش از اونجا بود و بعد مادر بزرگم، پدرم خیلی به ایران علاقه من بود، همیشه از ایران صحبت میکرد و همیشه خودش ایرانی میشمردش و ما خودمون فرنگی نشمردیم. شما به ایران مسافرت میکنید دیگه؟ میکنم من. مرتب؟ مرتب. شما گذرنامه ایرانی دارید؟ گذرنامه ایرانی. یعنی گذرنامه کشور دیگه ای ندارید؟ گذرنامه کشور ایران نخواستید؟ یعنی والا وقتی من 18 سالم بود و تو فرانسه درس میخوندم و تو کلاس آخر دوره متوسط بودم، یه استاد خیلی خوبی داشتم که استاد فلسفه بود، یه روز اومد من دید گفت تو بکلی فرانسوی هستی، فرهنگ فرانسوی داری، بیا که حالا 18 سالته، اون موقع ما 18 ساله میدونستیم انتخاب بکنیم، بیا ملیت فرانسوی بگیر، اصلا ایران بر تو معنی نداره.
این موضوع که من رفتم به پدرم گفتم، گفت این استاد بی خود این حرف زده، حق نداره این حرف بزنه و من میام اونجا معترض میشم و اگه بخواد ادامه بده حتی حاضرم که بهش توهین بکنم، شما ایرونی هستین و باید همیشه ایرونی بمونید. و اون موقع از اون موقع دیگه من این حرف پدرم تو ذهنم موند و همیشه خب ایرانی موندن. شما خب به هر حال قاجارها اصلشون ترکن. ترکن. ترکی هم صحبت میکنین؟ بدبختانه نه. ولی در خانواده صحبت میشد اون زبان؟ در زمانی که من بودم مادر بزرگم ترکی صحبت نمیکرد و هم فقط فارسی ما صحبت میکرد. ترکی تو بچگی کمتر مشنیدم. بعضی از خدمتگزارا خب ترک بودن، یعنی از ترک از آذربایجان بودن، با هم ترکی صحبت میکردن، هم خب یه اقلیت کوچیک کمتر بودن. شما در جایی گفتید که در زمان ناصرالدین شاه ایران رنسانس در ایران به وجود اومده بود، منظورتون چیه؟ میتونید توضیح بدید؟ رنسانس ادبی و هنری در دوران قاجاریه، آزادی قلم و آزادی فکر بود و یه دفعه زمان صفویه خب نسبتاً سخت‌تر بود موضوع، اما در زمان قاجاریه شعرهای خیلی مهمی به وجود آمدن، نویسنده‌های مهمی به وجود آمدن، نقاشی، همه هنرها ترقی فوق‌العاده‌ای کرد و میشه گفت که آخرین فرم فرهنگ و که واقعا ایرانی باشه ما فرهنگ دوره قاجاری است، برای همین رنسانس دیگه. تو قرن 18 هم بکلی ایران انقدر بلبشو شده بود که بکلی این موضوع از بین رفته بود. یعنی چرا فکر میکنین این تحول در ایران در اون زمان به وجود اومد؟ به دلیل اینکه کنترل دین شاه میخواست یا اینکه جامعه برهم میخواست؟ من فکر میکنم که چون وقتی اومدن و یه مقداری آرامش به ایران برگشت، هنری که در ایران بود و در ایرانیا بود تونست نمایان بشه و خود شاهان قاجار به هنر و به ادب خیلی علاقه داشتن. خب فتحعلی‌شاه شاعر بود، ناصرالدین‌شاه شعر گفته بود، طراحی میکرد، خودشون خیلی علاقه من بودن و به قول اروپایی هم مسنای خوبی داشتن، پول خرج میکردن برای هنر و این امکاناتی که در ایران بود و کمکی که خب دستگاه حکومت میکرد دلیل شد که یک دفعه تو این محیط از نو زنده بشه هنر ایران. نقش آدم هایی مثل امیر کبیر چی بود به نظر شما؟ در امیر کبیر که من جد مرم هستیه، امیر کبیر آدم خیلی فهمیده بود، آدم خیلی با قدرتی بود، آدمی بود که خیلی کار کرد و میخواست بکنه، اما شاید کمی تند بود، کمی تند رو بود. تو مملکت ایران هیچ وقت نباید زیادی سریع رفت جلو، بنگه و سریع که آدم بره جلو به اشکالات برمیخوره. در مورد مرگ امیر کبیر در خانواده شما چی میگفتن دقیقا؟ روایت قاجارها از مرگ امیر کبیر چیه؟ میگفتن که خب ناصرالدین‌شاه رو گول زده بودن و ناصرالدین‌شاه وقتی حکم مرگش صادر کرده بود بعد این پشمان میشه و بعد این یه پیغام دیگه تهیه میکنه و میفرسته، اما درباریان نذاشتن اون پیغام و اون پیغام دوم برسه به موقع و همیشه خب از این موضوع متاسف بودن. از روزهای آخر زندگی احمد شاه چی میدونید، چی شنیدید؟ یعنی چرا اصولا مریضی احمد شاه چی بود؟ به چه دلیل در سن جوانی فوت کرد؟ احمد شاه که میدونید و یه موقعی خیلی چاق شده بود و همون موقع بود که در 1919 آمد اروپا و مسافرت انگلستان کرد و خودش متوجه شد تو این چاقی در سنی که داره جنبه خوبی نداره و فوری خودش لاغر کرد و خیلی شدید خودش لاغر کرد و خیلی با فشار خودش لاغر کرد، وجودش ضعیف شد. بعد دیدم که خب قاجاری منقرض شده بود چون صدمه زیادی کشید و استرس زیادی احساس کرد، فکر می‌کنم این دلیل شد که ناخوش شد. او زندگی اموراتش چطور می‌گذشت؟ یعنی شما گفتین که در هتل مونده بود و در هتل مونده بود. هیچ وقت
خونه نگرفت. آها، وقت امکانات مالی احمدشاه از کجا تامین میشد اون موقع؟ احمدشاه مردی بود خیلی فهمیده و خیلی دوربین، در زمان که سلطنت میگن یه مقداری از درآمدی که بهش داده میشد از اون زمان فرستاده بود اروپا و در بانکهای اروپا سرمایه گذاری کرده بود و وقتی هم که منقرض شد یه مقداری خوب ثروت تو بانکهای اروپا داشت که کمک میکرد به زندگیش. حالا احمدشاه در پاریس بود، محمد علی شاه به روسیه اون زمان رفت که البته در واقع به اوکراین رفت که اون زمان بخشی از روسیه بود. این رابطه محمد علی شاه و روس ها چطور بود؟ ولی در این باره خیلی حرف گفته شده. محمد علی شاه چون مدت زیادی در تبریز زندگی کرده بود با نماینده های روسی ظاهرا ارتباط خوبی داشت و میشستن حرف میزدن، با نماینده های انگلیس اونقدر میونه نداشتن انگلیس ها، یعنی احساس خودی مثل که روسا با ایرانی ها میکردن انگلیس ها اون زمان در تبریز با محمد علی شاه نمیکردن. محمد علی شاه فکر میکرد که مثلا ارتباط خوب با روسیه برایش یک کمکی است در حکومتش، اما بعضی خب زود متوجه شد که روسا خیانت بهش کردن و روسا اصلا یکی از سبب انقراضش روسا بودن و با روسا آخر عمریش خوب نبود و نامه های ازش هست که نشون میده چقدر از روسیه بد فکر میکرد. یعنی رو چه در چه زمینه فکر میکرد؟ یعنی در افتاده بود با روسا، نظرش عوض شده بود در مورد روسا؟ متوجه شد که اون زمان که مثلا روسا میگفتن کمکش میکنن در واقع با انگلیس ها ساخته بودن و از زیر پایه سلطنت چه زدن دیگه. وقت در اوکراین که بود یا روسیه اون زمان در کجا بود؟ یعنی کدام قسمت بود؟ یعنی اول که رفتن در شهر اودسا یک کاخ بود که امپراتور روسیه در اختیارشون گذاشتن، یه سال دو سال اونجا زندگی کردن. بعد این ملکه جهان خانومش که خانوم متمولی بود یه قصد یه باغ بزرگی در اودسا خرید و اون باغ درست کردن به فرم ایرونی، یعنی با کاخهای کوچیک تو اون باغ که اون باغ هنوز هم الان هست و اون موقع از 1912 تا 1919 که خب انقلاب به اودسا رسید و تو اون باغ زندگی که این خونه شخصی ملک جهان بود. بله، شما صحبت از این کردین که در دوران پهلوی رفتار خانواده پهلوی ها و حکومت پهلوی ها نسبت به قاجارها خیلی خوب نبود. در جمهوری اسلامی ایران چطور؟ اون باقی مانده های قاجار خودتون که مسافرت میکنین رفتارشون چطوری با شما؟ شخصا رفتارشون خوبه، اما خب کمکی که باید از این که از نظر تاریخ روشن بشه موضوع نکردن، اما خب شخصا رفتارشون خوبه. سلطان علی میرزا قاجار، خیلی متشکرم از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر. خیلی خوشبختم دیدارتون.